امشب شب 29 رمضان مصادف با شب جمعه است. وقتی شبهای تاق و شبهای فرد با شب جمعه مقارن باشه، یعنی در شب جمعه قرار گرفته باشه، امید این که شب قدر باشه بیشتر هست. در این شب جمعه آخرین فرصت برای حصول شب قدر یا دریافتن شب قدر، البته فردا شب هم داریم، نه اینکه فردا شب نیست، اما چون در این شب تاک هست، 29 هست، ما امید داریم که امشب شب قدر باشه، هرچند که الله میدونه که شبهای گذشته کدوم شب قدر بوده. اما شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت الله علیه میفرمایند که بعضی از علما نظرشان بر اینه که وقتی شب جمعه و شبهای تاک رمضان با هم مصادف باشه، امید اینکه شب قدر باشه بیشتر هست. پس امشب را از دست ندیم، بر اعمالی که بودید مداومت بکنید، بیشتر انجام بدید و بر رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات و سلام زیاد بفرستید. در شب جمعه که 29 رمضان هست و شبهای فطر هست و امید داریم که شب قدر باشه، الله متعال نصیب ما و شما و همه مؤمنین و مؤمنات بکنه. اگر ما یک بار بر رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستیم، الله در ایام عادی 10 بار میفرسته و 10 نیکی بر ما نوشته میشه، 10 درجه ما بلند میشه. در شبهای رمضان اجر مضاعف میشه. در شب قدر، اگر امشب شب قدر باشه، کسی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات درود میفرسته، الله اکبر، چی میشه که شب قدر باشه و تو مشغول صلوات فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، حبیب ما، نور دو چشم ما، محمد مصطفی، تو زبانت به ذکر به نام مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم مشغول باشه و صلوات بفرستی و امشب شب قدر باشه. شما تصور بکنید شخصی هزار ماه هر شب داره بر رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات میفرسته. هزار ماه، مثل ماه رمضان که اجر مضاعف میشه، شخصی هر شب بر رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات و سلام بفرسته. کسی که در یک شب قدر، چون شبی اگر امشب شب قدر باشه، مشغول صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، انگار که از اون شخصی که هزار ماه متوالی صلوات میفرستاده، از اون هم بیشتر فضیلت داره. الله اکبر، لیلة القدر خیر من الف شهر. چه شب زیبایی است شب قدر، که ملائکه نازل میشه، تنزل الملائکه و روح، جبریل نازل میشه، همه ملائکه میان پایین، از آسمان هفتم میان به آسمان اول و دوم و سوم و چهارم، اینا همه آسمان ها رو رد میکنن تا میرسن به زمین. تمام ملائکه اینجا حاضر میشن، تمام ملائکه در جایی که ما هستیم میان، در کوچه ها، در خانه ها، در همه جا سر میزنن. حضور ملائکه در این شب واقعا دیدنی است، هرچند ما نمیبینیم. تنزل الملائکه و روح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. تا طلوع فجر شب سلامتی، شب ایمنی، شب امن، شب برکت، شب قبول شدن دعاها، شب بخشیده شدن گناهها، شب آزاد شدن از جهنم، شب اینکه نام کسانی در لیست بهشتیان قرار میگیره، شب بزرگیه.